مهربان یاران میبینید که مهر یاران همیشه با ایران یاران هست. حالا این نور عزیز هست که همچنان که میبینید نوشته شده چکمه های رضا شاه رو پاش کرده، به خاطر اینه که ایشون میاد توی میدون دیگه. توی میدون اومدنش البته با همین مصاحبه هایی هست که میکنه و حضور فعال خودش. من اینجا یک توضیح رو حتما بایستی بدم، این توضیح خیلی مهمه. هرچند از 16 سال پیش، یعنی 2 سال پس از جانفشانی لیلای عزیز، من اعلام کردم که نور شهریار ایران آریایی، ایران مردمی و و و، ولی یادتون نره یک سری عناصری که مشکوک که نه واقعا بیمار و وابسته به بیگانه هستن، اینها همیشه میان پروژه و طرحهایی که ما ارائه میکنیم رو رنگش رو عوض میکنن، چهرهش رو وارونه میکنن و به گونه همون رو سلاح میکنن، اسلحه میکنن برای زدن ماها و این شهریاری آریایی ایرانی. و همین خاطر من اینجا امروز میخوام این توضیح رو به شما بدم، چون شنیدم بعضیا به تکاپو افتادن بعد از اینکه دیدن ده ها هزار نفر از این پروژه تا این 16 سال حمایت کردن و پشتیبانی کردن، میخوان بعضی این قضیه رو علم کنن در برابر پدرشون شاهزاده رضا پهلوی. به هیچ عنوان چنین چیزی نیست. وقتی که چنین طرح و پروژه اعلام شد و داده شد، همیشه چون شاهزاده رضا پهلوی خودش در میدان هست داره مبارزه میکنه، ولی همیشه ایشون دیگه ولیعهد نیست، رضا پهلوی که دیگه ولیعهد نیست، الان فعالی است که سیاسی در میدان داره مبارزه میکنه، ایشون باید جانشین داشته باشه. جانشینش هم این بار دموکراتیک وار خودش نیومده. اول اصلا بگی این دختر منه، ما گفتیم، ملت ایران گفت، نسل نوین ملت ایران و نسل گذشته، اونهایی که خردمند هستن، اهورایی هستن و به ایران بزرگ می اندیشن، اونها مطرح کردن و اونها پذیرفتن. یعنی این که نور عزیزم که یک سمبل و نشانه از دخت آریاییست، مدرنه، نور مدرنه، ارتجاعی نیست، با مذهب بیگانه تازی و اندیشه های صحراگردی آشنایی داره ولی مرید نیست، همچنان که لیلا نبود و همچنان که علیرضا پهلوی نبود. الان دوران دیگری است، فراتر از آن چیزی که گذشته بوده. به همین دلیل ایشون هست، یاری میکنه فعلا پدرش رو و پدرش هم سر جای خودش هست، جایگاه خودش رو داره. آن حرامزاده های تازی و نیرنگ بازی که میخوان از این گزینش سوء استفاده بکنن برای زدن رضا پهلوی، بدون اینکه مخططاتشون به قول عرب ها، چون اینا عرب هم هستن، برباد هست، از پیام مهمی که امروز سیاوش اوستا میده. شاهزاده رضا پهلوی داره تلاش میکنه، خیلی هم خوب مبارزه میکنه، تا حالا خودشو نفروخته، تا حالا برای همین بوده، باز بعدم بهتون توضیح میدم، برای همین هم بوده که چون داره محتاط عمل میکنه که در دام بیگانه نیفته. بله، هر از چند یک بار نوکره خودش هم عوض کرده. آخه نوکر وقتی میاد، وقتی کسی میاد منشیه، کارمنده، فران سوغنگو که نمیشه، نمیره ساخت پاخت بکنه که با این ور با میخواد ایشون رو عوض کرده. این یکی از نکات مثبتشه که بهش دقت نکردیم. حالا چه بهتر که دستیارش، گویندهش، اصلا سخنگوش دخترش باشه، نور پهلوی، نور عزیزم، که باعث افتخار رو یادتون نره. ما افتخار میکنیم به اینکهایشون مانکن در سطح جهانی شناخته شده است. این مد بودن ایشون یه افتخار، بعضی همه اینا رو بد میدونن و چه و چه، نه، این افتخار نور، نور افتخار کن بیغزه. همچون که لیلا پهلوی برای والنتینو کار میکرد، مد بود، ولی هیچ کس نمیگفت. خیلی ها سوی وای 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 لیلا، قهر کرده بودن باش، حرف نمیزدن باش، اذیتش میکردن. حالا اونا رو بعدا میخوام بگم، اینجا نمیگم، ولی برای همینه که نور پهلوی با جهان نو داره پیش میره و ایران نو و نوین نیازمند یک شهریاری است که سمبولیک پادشاهی سمبولیک هست. پادشاه فرمانده نیست، رهبر نیست، مثل علی خامنه‌ای که بیاد بگه ولایت مطلقه فقیه. سمبولیکه، نشانه وحدت و همبستگی و یک پارچگی تمامی تبارها و اقوام و تیره های آریا ایرانی است. و همین دلیل چه کسی بهتر از نور پهلوی؟ و این بار برای نخستین بار، چون جهان جهان مدرن است، پیش از اینکه پدرش اون رو به عنوان جانشین خودش
انتخاب بکنه. شما مردم ایران این کار کردید، شما برگزیدید. از 16 سال پیش که این رو ما اعلام کردیم تا به امروز، شما هزاران هزار بیشماران هستین که از این پروژه پشتیبانی کردید و دارید میکنید. و من چون شنیدم اخیراً توطئه‌ای در کار است که برای زدن رضا پهلوی میخوان این مسئله رو علم کنن، مطرح کردم که چگونه است، یعنی چگونگی امر رو به آگاهی شما رسوندم که این قضیه قدمت 16 ساله داره و اونهایی که میخوان از این استفاده کنن برای زدن رضا پهلوی، این آرزو و چیز رو به خواب ببرن، به گورم شاید ببرن. اینه که رضا پهلوی در میدان هست، خیلی هم خوب داره مبارزه میکنه، اما نور پهلوی به عنوان شهریار ایران آزاد و آریایی و همتا با جهانی که داره پیش میره هر روز و داده ها یه چیز دیگه است. بچه های ما الان یه چیزایی میدونن که ما اصلا ذهنیتمون نمیتونه هنوز اینا رو بپذیره. و همین دلیل با ما باشید مهربانیاران. و نکته بسیار مهم دیگه که میخوام بهتون بگم مربوط میشه به شخص شهبانو فرح پهلوی عزیزم. شهبانو فرح پهلوی یادتون داره، یه زن مهربان، یک زن عاشق ایران، یه کسی که از همون اول به هر چی داشته افتخار کرده. کتابشون بخونین، کهندیارا رو ببینین، در این کتاب به فقر خانوادگیش افتخار میکنه، مینویسه که من با رضا قطبی پسر دل روی یه دوشک میخوابیده، افتخار میکنه، آدم مهربونیه. حتی اونایی که میگن ایشون چپ بوده، چپ بودن همیشه هوادار توهی دستان بودن. وقتی که ملکه شده، شما ببینید وقتی که شهبانو شده رفته پیش جزامی ها یتیم خونه، بعد رضا فرزندش رفته تو محله های پایین شهر بیمارستان مردمی به دنیا آورده. الان من اینجا تو پاریس شاهدم که این اراذل اوباش جمهوری اسلامی صدها هزار دلار خرج میکنن میان اینجا که یک بچه اینجا بذار بچه‌شون. اخیراً با افتخار اونجا زاییده و همیشه هم دستش بخششش بوده و همه بخشیده. یه عده بهتون بگم الان که هی زنگ میزنن تماس میگیرن میخوان پولی کمکی بگیرن، الان چون دیگه کمکی حق داره نکنه، چون وضع مالیش که اون موقع مملکت ایران و الان آدم یه چیزی هم که داره میگه آقا چیز تموم میشه. برام خیلی به مزه میزه آقا حال بپرس، اول بپرس، بعد بعدا ببینی اصلش هدف مالیه. اینا رو بگو، بذارید کنار یاران عزیز، چون ببینید آدم تو یک مقطعی که داره میده. خود من یک نمونه به شما بگم، این تقویم های سالنامه 7000 سال آریه میتره، همین سالنامه، اینها رو ما سابق که کتابای ما خیلی خوب فروش میرفت، کتابای من یکی از پرفروشترین کتابا بود، خیلی خوب پول میساختم از کتابا، میساختم اینا رو 50-60 هزار تا چاپ میکردیم مجانی به همه میدادیم. ولی الان اگه کسی بخواد اینو داشته باشه باید حتما بره رو سایت سفارش میده پولش بده تا براش بفرستیم 5 روشو نداریم، هزینه نداریم، نمیتونیم بکنیم مثل قبل. الان هم شعبانو فکر نکنید که هرکی بخواد بهش تلفن بکنه ازش پول طلب بکنه، آقا من بدی دارم، من 4 تا بچه دارم، بچه من اون داره، این بیماری داره. این که الان کشور نیست، دولت نیست، این زن که بتونه این کارا بکنه. برای همینی که الان بعضی آخه به من میگن، وقتی منو میبینن مواردی که همه رو میگن، من اینجا علنا میگم آهای سیاه فلانی فلان حرف زد، فلانی به شعبانو چه ربطی داره، فلانی به رضا شاه چه ربطی داره. یه کسی که منشیه، نوکره، راننده است، کلفت تو خونه، اینا چه ربطی به صابخونه داره؟ اینا که سخنگو نمیشن که بخوان بیان حرف بزنن. اکثر اینا مسلمون و خداپرست و خداشناس و همون خرافات اینا تو کلاشون هست، اینا ربطی به کارفرما ندارن. تقصیر شماست که هر کسی رو که میبینید یا عکسی حتی میندازه با ایشون و کسی دیگه فکر میکنید کسیه، اشتباه تویه. اینا خودشونن. بارها رضا پهلوی اعلام کرده آقا این تلفن من، این فاکس من، این اینستاگرام من. شما برید تو اینستاگرامش ببینین، تا یه چیزی میسین بهتون جواب میده، تا میسین به جواب میده، جوابتون میده، بهتون حرف میزنه. شما چیکار دارین که به یک راننده یا کلفت یا نوکر یا تلفن جواب ده، یا یک کسی بیاد بگه آقا برای من شعبان کارت فرستاده؟ کارت آقا ایشون یه دفتری داره، شما هزاران هزار این که برایشون کارت میفرستین، پیام میفرستین، اون دفتر اتوماتیک از هر کی میاد نگاه به اسمش نمیکنن. این ادب تاریخی است، ادب انسانی است، نگاه نمیکنی که کارت تبریک جواب میفرسته. بعضی دیدم با همین کارتایی که از شهبانو دریافت کردن داره یه رو کاسبی میکنه، دکون رو میکنه. آقا شهبانو برای من نمیفرسته، برای هزاران نفر در سال میفرسته. ادبشه، تربیتشه. شما نامه می نویسی فدایت شوم، نامه می نویسی تبریک میگی تولد و تبریک میگی عید و اونا بهت پاسخ میدن. اینها نکاتی است که بایستی مد نظر مهربان یاران باشه.
باب سومه.